هزاران تن از دانش آموزان ایتالیایی در اعتراض به طرح دولت در اصلاح نظام آموزشی روانه خیابان‌ها شدند. این طرح که با عنوان مدرسه خوب شناخته شده است، روز پنجشنبه به پارلمان ایتالیا تسلیم شد. ماتئو رنسی نخست وزیر ایتالیا امیدوار است که با تکیه بر کمک‌های مالی بخش خصوصی، هزاران پست آموزشی و فرصت شغلی در مدارس ایجاد کند. اما دانش آموزان نگران خصوصی سازی غیر مستقیم مدارس هستند و میگویند نظر آنها نادیده گرفته شده است. ما مخالف طرح آموزشی هستیم که آنها روی کاغذ پیشنهاد کردند. ما یک طرح جایگزین همراه با گزینه‌های بسیاری داریم که رنسی قادر نبود دریابد. ما به خیابان آمده ایم تا از مدرسه‌ای دفاع کنیم که فراتر از تفاوت طبقات اجتماعی برود. بقیده ما ایده‌ای که دولت از مدرسه دارد کاملا اشتباه است. ما خواهان سرمایه گذاری روی حق یادگیری هستیم، روی یک رفاه جدید، یک تناوب با کیفیت بین مدرسه و کار که فقط تحت سلطه کسب و کار نباشد. دولت ایتالیا پیش بینی می‌کند که در صورت تصویب این لایحه حدود 160 هزار معلم را در سال آینده استخدام کند، اما تخفیف مالیاتی 4000 یورویی برای هر کودک ثبت نام شده در یک مدرسه خصوصی از جمله نکات جنجال برانگیز این طرح است.